دو چشم خود را به هم زدم من، عمر من چه طی شد، ابر نوبهاری ندیده باران، وقت برف دی شد، تا که سر نوشتم نوشته شد، ذات من به غم ها سرشته شد، شوق امروز و هر روز من چرا، رنج دیروز و روز گذشته شد، عمر شیرین چرا، فرصتی غیر آمدمی نیست، جز محبت قبایی برا زنده آدمی نیست، عمر شیرین چرا، فرصتی غیر آدمی نیست، جز محبت قبایی برا زنده آدمی نیست. نمیدونم میدونین یا مطلع هستین که من 17 سال وقتی اومدم در برنامه گلها دعوت شدم و کارمو با برنامه گلها شروع کردم، 17 سال فقط آواز میخوندم، هیچ وقت ترانه نخوندم. آوازهایی هم که خوندم آوازهایی بود که گفتم همون کارهایی بود که یه ملودیای نو بود که من میگرفتم، مثل پیش ما سوختگان، مثل مستم هستم ساقیا دستم بگی، مثل کاروان، مثل امشب شدم مست که مستانه بگریم. پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکی جا، صبح و پیمانه یکی. ببینید این همه آواز بود ولی زبون ها اینو حفظ کرده بودن، حفظ کرده بودن. بعد از اون 17 سال اونجا دیگه من احساس کردم حالا موقع خوندن ترانه است، اما ترانه ها رو باید به چه شکل خوند؟ ترانه‌ای که پیام داشت، یه حرفی توش بود، به خصوص برای جوونا، مثل اولین ترانه‌ای که من خوندم، قهر و ناز اندازه داره. قهر و ناز آدم با صدای خودش حال نکنه، یعنی اگر اول آدم خودش اقنا نکنه که نمیتونه به دیگران. ببینین این یک رابطه، یه هنرمند شما دیدین که وقتی که مخاطبینش نشستن تو 2 دقیقه چنون رابطه با مخاطبینش انجام میده، این حال خودش منتقل میکنه به اونا و اونا اصلا میخکوب میشه. شما اگر دیدین که توی یه جلسه یه هنرمند حالا یا ساز میزنه یا میخونه یا نمیتونه رابطه برقرار کنه، بدین حال خودش اصلا حال نداره که نتونسته اون رابطه رو برقرار کنه. رفته بودم تا مثل یه کبوتر باز کنم تو آسمون بال و پر، دیدم که شوقی ندارم به پر باز، خودت رو نبازش باید مادر میونی کنه تا آدم احساس جبونی کنه، تا آدم احساس جبونی کنه. موسیقی
اگر مایکل جکسون که من دوستش دارم، این اگر یه آدم تو خالی بود اصلا مایکل جکسون نمیشد و اینقدر طرفدار پیدا نمیکرد. یه موسیقیه یا سیلیندیون یا فرق نمیکنه، فرانک سیناترا، ما اصلا بچرخیم از همین کنار، شالاز ناور، از ادیت پیاف، همینطوری اینا هنرمندای بزرگی بودن که تو دنیا هستن. هم تو در خودمون در ترکیه زکی موره، این ورمون مصر عبدالحلیم حافظ، عبدالوهاب، ام کلثوم، اینا همه هنرمندایی بود که تو سن میرفتن شب تا سه از شب تو سنای مختلف بودن. من اینو به شما بگم که اصلا هنرمند وقتی ستاره شد بعد بکوشه که ستاره بشه، محبوب قلوب مردم بشه تا بتونه بره رو سن، وگرنه هر هنرمندی رو سن قبول نمی کنن. نمیمونده نمستی شبامو تن گرفته، مثل اینه که سادی برام تن گرفته، مثل اینه که سادی برام ما تن گرفته. یه سرگردون صحرا، یه مجنونم شب گرد، نمیدونی چه تنها، نمیدونی چه پردر، نمیدونی چه پردر. امروز دهم بهمن ماه 1392 هست. ما در منزل استاد اکبر گلپایگانی، اسطوره آواز ایران هستیم. امروز استاد ما، استاد عزیز ما 80 ساله میشن. من این یکی دو ساعتی که اینجا بودم، آقای مختابات، باور کنید که بالغ بر 100 تلفن از سراسر کشور و خارج از کشور شد که نسل های مختلف از سن های مختلف به استاد اکبر گلپایگانی تبریک میگفتن. داشتم به این فکر میکردم که واقعا چه توفیقی میخواد یه هنرمندی که شاید خیلی از این جوانها اصلا اون روزهایی که استاد اکبر گلپایگانی اجرا میکردن و سن میرفتن اصلا متولد نشده بودن، ولی این چه انرژی و چه نیرویی که میتونه یک هنرمند رو ماندگار بکنه. من به ذهن ناقص من رسید که خارج از اون صدا و در واقع اون تبحری که استاد در خواندن دارن، صفای باطنشون. خیلی متشکرم. همین که ها چشم میفته به شما، این اصلا سن و اینا فراموش کن. چون من فکر میکنم که من اصلا کوچیک‌ترم. استاد میگه این صفر رو جابجا کنیم بذاریم. شاهدان نیست که موی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. گویی برای آن آفریده شده تا برای خدایش به مردم سرزمینش بخواند. آقای فاخر و زیبای او تجلی هنر ایران و برخواسته از اعماق وجودش است و آنچنان جذاب و ملکوتی است که هر شنونده‌ای را مجذوب و مسحور راز و نیاز عاشقانه‌اش می‌کند. رنگ و زنگ صدای او منحصر به فرد و تکرار ناپذیر و وجودش مملو از مهر و صفا و صمیمیت است. استاد اکبر گلپایگانی مایه فخر و مباهات موسیقی ایران، 80 سال پیش در چنین روزی پا به چه زبونی تشکر کنم و نمیتونم صحبت کنم. سرود بر شما استاد، انشاءالله زنده باشید. واقعا این رو میگم، نه یک ایران که کسانی که با ادبیات فارسی، با هنر ایرانی عجین هستند و هنر ایرانی میشناسند، با صدای جناب عالی زندگی کردن، عشق کردن و صفا کردن. خدا این صدای پاک و آسمانی شما رو که واقعا یک ودیعه الهی است برای این ملت، یک گوهر ارجمند است، حفظ کنه. ما دوست داریم که بله یک بیت هم شده در این لحظات بسیار زیبا و دلنشین از شما به یادگار در خواب ذهن ما باشه. که آنجا که روزی خانه عشق و صفا بود، دیگر به جا نیست. استاد اینو چجوری خوندید؟ سختی که بامش سایه لطف خدا بود، استاد دیگر به جا هم یه تیکه اول
که روزی خانه عشق و صفا بود، سطری که با مش سایه لطف خدا بود. دیگر به جا نیست، دیگر به جا نیست. از آتش ما غیر خاکستر نمونده، این خانه ویران گشته جز یک در نمونده. آن هم در این نیست، ره گستری نیست. آدم جایی که بیاد دنبال بدی بره، بدی رو آبیاری کنه، بیاد نیکی رو آبیاری کنه، چون لذتش هم بیشتره. خوبی رو آبیاری کنه و این نهال رو رشد بده. برای اینکه خوبی وقتی شما کردی اصلا خودت لذت میبره، ولی وقتی بدی میخوای بکنی اول میخوای اول باید خودت بد بشی تا بعد بری اون بدی رو انجام بدی، تازه نتیجهش بعدش افسوس میخوری در یه زمانی که چرا من این کاری کردم. ولی گفت سعدی هم میگه نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی. چون من اصلا دوست ندارم آهنگو پشت سر هم بیاد بیرون، چون آهنگ باید بره بین مردم جا بیفته، همونطور که میبینین رکورد بشکنه به قول خودشون. آدم اون چیزی که حرف و درد دل مردم بگه و بعد یه مدتی سکوت بکنه، باز یه کار جدیدی رو بده جلو، که اینم میدین مستلزم وقته با حوصله و گذشت از مادیات. چون اگر شما پشت سرم رفتین دکون کالباس فروشی هی ببر بریز بیرون، اصلا دیگه خسته می مردم، میدونی اصلا وقت ندارم گوش کنه، این نیومده یکی دیگه اون. ولی وقتی که جا باز کرد، مردم خودشون جوابگوی احساس شما خواهند بود. شعر باید زمان رو بیان کنه، نه اینکه مال 100 سال پیشه. اگه شما مال 100 سال پیش شعر رو بخونی خیلی محترم زیباه، ولی از یه مقداری هم شما باید از زبان روز مردم رو بیان کنی، حرفای روز مردم رو بیان کنی. توجه میکنی؟ اینه که آقای تجویدی میاد اون شور زیبا رو میسازه که با کلام خانم مخبر هست. میگه دل خرابه، ببینی چقدر زیباست. دل خرابه چه خرابی، جای آبادی نمونده، خیلی وقته دل تنگم نقمه شادی نخونده، بس که